خداوند بخشاینده و مهربان سلام سلام و صد سلام خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار استم، خوب و صحتمند باشین شما را خوش آمدید میگم به مکتب تمدن و یکی دیگری از درسای فیزیک سنف یازده همون قسمی که شما در جریان هستین ما و شما با همدیگه یک جای فصل سوم خلاص کردیم و رسیدیم به خلاصه فصل سوم. هدف از خلاصه فصلی است که تمام چیزایی را که شما در فصل خواندین یک مرور کلی کنیم و فرمولایش و معادلاتش روی تخته نوشته میکنیم و شما میتونین پیش خود یادداشت کنیم به یک صفحه کتابتان و بعد از او در حل سوالات فصل شما را زیاد کمک میکنه. خب ما در فصل سوم حرکت های دو بودی رو خواندیم مکمل فصل چی بود حرکت های دو بودی بود و در مورد سرعت حرکت دوبودی بودی تعجیل حرکت دو بودی معلومات حاصل کرده بودیم این حالا میریم با همدیگه به طرف فرمولایش و یک مرور کنیم ما در حرک... موقعیت جسم در حرکت دوبودی با وکتور آر نمایش داده می شود که می توان آن را به شکل زیل نوشت میریم همه فرمولا رو با همدیگه. حالا از شروع میکنیم از موقعیت یک جسم همه قسمی که شما در جریان هستین ما چه قسم رابطه داشتیم با همدیگه ثبوت کرده بودیم روی میز بود دایره بود مترک گفتیم حرکت میتیم اگه یاد شما مانده باشه که ما موقعیت در حرکت های دو بودی به آر رشان میدادیم رویش یه خط وکتور چون آر چی روی دو بود حرکت میکرد مثلا حرکت موترها در گولایی گفتیم پس یکی روی محور اکس بود یکی روی محور وای بود و همزمان جسم دی نمیدون محور حرکت میکرد پس گفتم میتونیم که F یعنی FT یعنی یک معادله است که تابع به زمان است FT آی وکتور جمع خب این دیگه معادله است که نامشم میگم FG FG چی وکتور؟ G وکتور یا همین ای به این شکل نوشته کده میتونیم که آر مساوی میشه به این همی فتی را میگه مادله ایکس ایکس آی وکتور آی وکتور خب میفهمیدین که وکتور واحد است در مادله کدام تغییر نمیه فقط آی ای رو را که به جهت محور ایکس است و وای میگم به جهت محور وای و جی هم وکتور واحدی است که اتو مانا که به محور چی است همین مادله ما به محور وای هست خب این معادله حرکت باز ما چی را خوانده بودیم سرعت در حرکت های دو بودی شما سرعت در حرکت یک بودی را این رقم یک معادله داشته نه که وی مساوی میشد به x بر تی بود حالا اکس x ما گفتیم به آر نشانش میدیم با تغییراتی که دو دانه هست درست است پس تو نوشتهش میکنیم که ای در یک بود است که اشتباه نشه حالا میم در دو بود وی مساوی میشه با. ایکس آر گفته بودیم میتونیم بگوییم که دلتا آر بر دلتا تی درست است تغییرات موقعیت آی وکتور جمع دلتا وای بر دلتا تی جی وکتور یا اینمی خودش دلتا آر و دلتا تی در محور ایکس گفته میتونیم چی است؟ یعنی خودش سرعت است نه؟ وی ایکس اگه نام شد بانم میگم وی مساوی میشه این قسمت وی ایکس میگم وی ایکس داخل قوس آی وکتور جمع وی وای داخل قوس میگیریم چی؟ جی وکتور خب ما سرعت در حرکت های یک دو بودی را پیدا کردیم بعد از سرعت چی داشتیم؟ آفرین ما سرعت لحظه و سرعت متوسط داشتیم این خوب سرعت متوسط ما شد سرعت لحظه ایش چرا هم پیدایش میکدیم؟ آفرین از لمت استفاده میکنیم به همین ترتیب فرمولار نوشته میکنیم داشتیم که چی؟ آفرین لیمت سرعت متوسط یا دلتا آر بر دلتا تی در صورتی که همی دلتا تی ما تقرب به صفر کنه یا که ما از چی استفاده میکدیم؟ از فرمول مشتق استفاده میکدیم میگفتم که دی آر بر دی تی دی آر بر دی تی یعنی مشتق فاصله نظر به زمان مشتق می گرفتیم. این میشه چی هست این فرمول؟ فرمول سرعت لحظه ای هست خب بعد از اینکه ما سرعت خواندیم میریم دیگه ببینیم چی هست در فصل دوم دیگه در مورد شتاب ما خواندیم در مورد سرعت لحظه ای سرعت متوسط و حرکت معلومات حاصل کردیم این دیگه چی هست؟ وکتور شتاب متوسط خواندیم و همو... همچنان شتاب لحظه ای رو خواندیم بیایم دیگه با هم دیگه یک مرور کنیم که شتاب متوسط چی بود که ما خانیم و شتاب لحظه ای چی شتاب و چی نشانش می دادیم به این نشان می دادیم خب شتاب چی می شود؟ تغییرات سرعت بر تغییرات زمان ولی به خاطری که در چی بود به دو تا همزمان در دو محور حرکت می کرد آی وکتور می گم. یعنی سرعت در محور آی یا به سمت محور اکس جمع دلتا وی بر دلتا تی جی وکتور دلتا وی بر دلتا تی را چی گفتم میتونیم خودش شتاب است به محور ایکس های نشته کدام میتونیم که این مسایی میشه به ای ایکس آی وکتور جمع ای وای شتاب به جهت محور وای است ای وای جی وکتور این شد شتاب متوسط درست است؟ اینالا ما شتاب لحظه ای را یعنی میخواییم در لحظه زمانی ما شتاب یک جسم پیدا کنیم. در بسیار لحظه کوچک یا ما میگیم دلتاتی به صفر میکنه. چرا خب نشته میکنیم؟ آفرین. از لمتش استفاده میکنیم. میگفتیم لمت چی؟ لمت شتاب متوسط. یه هم نشته میشه. لمت شتاب متوسط در صورتی که دلتاتی به صفر کنه. یا لمت دلتا تی تقرب به صفر میکنه در صورتی که این این به جای این قیمت شمی مانو دلتا وی بر دلتا تی یا همچنان همین در یک حالت دیگه هم نشته کرده میتونیم که مشتق سرعت نظر به چی؟ آفرین زمان است یکبار بار از سرعت نظر به زمان مشتق میگیریم اون او مفهوم بر ما میتونیم. میتونیم از مفهوم لیمیت استفاده کنین برای شتاب لحظه و یا که از مشتق استفاده کنین خب ما فرمولای شتابم در حرکت های دو بودی برتان نوشته کردیم ما دیگه چی را در این فصل؟ آفرین پر... حرکت های پرتابی خواندیم، گفتیم حرکت های پرتابی هم از جمله حرکت های دو بودی است ما معادلات در حرکت های پرتابی خواندیم در پرتاب افقی خواندیم در پرتاب مایل خواندیم و بعضی قیمت هایی رو خود ما حاصل کرده بودیم اینا اگه یاد شما باشه با ما یک جای کمک میکنیم همراه ما کمک میکنیم تا که ما معادلات نوشته کنیم در حرکت های پرتابی میایم حرکت های پرتابی رو فرمولاش نوشته میکنم حرکت های پرتابی خب ما به صورت عموم سه تا معادله در های پرتابی گفتیم حفظ کنیم بازدگاهش خودش پیدا می رفتیم. یکی معادله حرکت به محور اکس است یکی معادله حرکت به محور وای است و یک معادله دیگه مستقل از زمان است ما بقی فرمولای کوچک ما از این سه تا معادله حاصل می‌کنیم خب اکس مساوی می شد. به این معادله چی است آفرین وی صفر ما دیگه اینجا ثبوت نمیکنیم چون ما ثبوت شده هر درس انجام دادیم فقط نوشتهش میکنیم و وای مساوی میشه به چی است یک بر دو جی تی مربع مثبت وی صفر این مدل اولی مدل دوم یک مدل دیگه هم باید افس میکردیم که وی مربع منفی وی صفر مربع مدل مستقل زمان نامش مانده بودیم دو جی ایکس داشتیم اگه به محور ایکس بود اگه وای بود وای داشتیم خیلی ما وای میگیرمش یعنی می سه تا معادله رو شما به صورت عموم حفظش میکنید بعد از او دیگه معادلات حاصل میکنید مثلا ما بیایم از این سه معادله معادله حرکت ای پرتاب افقی از مثلا ما پرتاب مایل نشته کنم با در نظر داشته پرتاب مایل رنگش تغییر بتون ای که. شما در پرتاب افقی زاویه نداشته نه زاویش با محور یک سفر درجه بود معادلاتش بود حالا در پرتاب مایل اگه اینجا یک افقی نشته کنم و اینجا یک مایل این حال نوشته میکنیم. کنیم مادل... خب سرعت شما از اینجا حاصل کرده می که از این مشتق بگی مدلی سرعت پیدا میشه از این رابطه مشتق بگی مدلی سرعت پیدا میشه و حال می به پرتاب مایل معادلات چه نوشته می کنیم ایکس مساوی میشه ب... چون او تحت یک زاویه پرتاب میشه. نه گفتیم مثل بسکتبال والیبال شما وقتی تو به من دختین تحت یک زاویه پس اون زاویه شما بر ما مهم بود پس شما ما کرده بودیم که چه قسم می کردیم می رابطه است وی صفر با محور x ما کوساین زاویه الفا ضرب در تی چون یک زاویه ای را داشت کوساین زاویهش بر ما مهم است و در محور وای چی است خب این علامه جی منفی گرفته میشه درست است به خاطری که وقتی مندازی خلاف جهت جاذبه زمین است منفیه یک بر دوی جی تی مربع یک بر دوی جی تی مربع مثبت همراه وی سفر یک ساین زاویه رو مضافی میکنیم که چرا ساین زاویه شده ما ثبوت کرده بودیم در درس ها وی سفر ساین زاویه الفا زربت این اینه می معادل است فقط یک ساین و کوساین اضافه کنیم چون تحت یک زاویه بود و همچنان ایمی رابطه ای پایین تغییر نمی کنه وی مربع منفی وی سفر مربع مسایی می شود به دو جی وای اگر به محور اکس بود دو جی اکس می به محور وای بود دو اصلی اصل این سه رابطه است که باز فرمولای های خورد خورده ما ثبوت کرده بودیم در این رابطه وضع میکردیم ثبوت میکردیم که اگر سوال کانکور بر ما یا امتیان میه دیگه ما وقت خود از نکنیم که دانه دانه بریم فرمولا را پیدا کنیم خب حال فرمولای های را که ما داشتیم میریم با هم دیگه مرور میکنیم ببینین بیشترین فاصله افقی جسم پرتاب شده که تعیین میکرد به نام چی یادش میکردیم آفرین به نام رنج یاد میکردیم. مثلا اینی تو به که من ای که چقدر فاصله افقی را تایی کرد شما رنج پرتاب میگفتین درست است پس به X نشانش میدادیم یا به آر نشانش میدادیم که ما بعد از ثبوت به از این سه معادلات استفاده میکردیم بر ثبوتش و ما رنج پرتاب از کدام رابطه حاصل میکنیم که آر مساوی میشه به 20 صفر مربع ساین دو الفای بر جی همون رقم میریم این تا فرمول اضافه کنیم روی تخته که اگر شما خواستین با تمام فرمول رو از روی تخته بگیریم خب رنج پرتاب گفتیم بیشترین فاصله افقی را که تای میکنه رنج پرتاب چرا هم پیدا کردیم؟ شما این سه تا فرمول باید به خاطر مسپاردین که با ثبوتش زیاد وقت گیر میشه وی سفر مربع ساین دو الفای بر جی خب این شد رنج پرتاب از این رابطه پیدا کردیم. ایچ H ایچ کلانی ای را که ما نشان می دادیم. گفتیم ایچ کلان که هست بیشترین ارتفاعی را که جسم تای کرده. یعنی یک چیز را پرتاب می کنی. ای که بیشترین ارتفاع بلندترین جایی که رفته را اون را می گه. بیشترین ارتفاع یا ارتفاع مگزیمه هم چه چرا پیدایش می کردیم؟ داشتیم که در مخرج دو جیره داریم. وی سفر مربع ساین مربعی الفای بر دو جی. از همین رابطه ما ارتفاع از زمیره می پیدا میکردیم دیگه چی بر ما مهم بود تی ای از زمان اوج زمانی که جسم به نقطه ارتفاع می رو... ارتفاع میرسه زمان اوج از کدام رابطه پیدا میکردیم ما در مخرج جی داشتیم و وی صفر ساین الفا درست است؟ خب این تی از تی که جسم در نقطه اوج میرسه اگه ما خواستیم زمان رسیدن جسم رو پیدا کنیم چه رقم تی کلان رسیدن جسم به زمین یا موقعیت اولیش تی مساوی میشه اینمی می عدد ضرب در دو میکنم دو ضرب در وی سفر ساین الفای بر جی ما اینی فرمولا رو در پرتاب مایل خوانده بودیم درست است دیگه چی رو خواندیم در فصل سوم که حرکت های دو بودی بود حرکت های دایره ای رو در حرکت های دایره ای همچنان ما یک ده فرمولایی رو داشتیم که دی گوشه تخته برتان نوشته میکنم یکی خوانده بودیم سرعت زاویه یکی خوانده بودیم سرعت خطی سرعت زاویه رو به اومیگا نشانش میدادیم میگفتیم تیتای بر زاویه تای شده بر زمان درست است باز از این رابطه ما میرفتیم اگر سرعت زاویه لحظه ای را میخواست یا وی اکس نشانش بدم میگفتم دی تیتای بر دی تی سرعت خطیر از کدام رابطه پیداش میکنیم ثبوت کده بودیم برتان دیگه فقط حال فرمولایش نوشته میکنم R اومیگا دیگه این شد فرمولای سرعت حالا میریم فرمولای تجیل. کدام فرمولا رو با هم ثبوت کرده بودیم اگه در پیش شما تعقیب کرده باشین آفرین V مربع بر R بسیار خوب دیگه چی بود اگر از جنس سرعت لحظه آفرین r اومیگا مربع بود خب این شد در حرکت های خیلی شما یک چی مانده یک فرمول اموز رابطه قانون دوم نیوتن که اصل کرده بودین دینامیک در حرکت های دایره آفرین اس مساوی میشه به چی بود ام ام ای را قیمت شو میکردیم وی مربع بر آر و از جنس سرعت زاویه شخص بود اف مساوی میشد به ام آر Omega مربع آر اومیگا مربع خب شاگرده خوب ما تمام فرمول هایی را که در فصل دوم خواندیم روی تخته بر شما نوشته کردیم شما میتونید تمام فرمول ها را اینجا یاد داشت بگیرین برای خودتان و برای که سوال های خلاصه فصل حل کنین براتون بسیار کار چی میشه؟ ساده میشه درس امروز ما در همین قسمت به پایان میرسد تا درس بعدی الله یار و مددگارتان